سراب سرزمین چشمه خورشید و انسان تیرگی. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم. اجازه بدید که در این منزل از برنامه بریم به سراغ آقای دکتر محسن سازگار. دکتر محسن سازگار عزیز چند هفته ایست که با ما هستند و خاطرات خودشون با ما در میان میگذارن. امیدوارم بقیه هم این کار رو بکنن، یعنی اگر میدونن که واقعا خاطرات اونا، ذکر خاطراتشون میتونه کمک بکنه به اینکه ما بهتر تاریخ معاصر رو بشناسیم، دریغ نکنن، کوتاه نیان. آقای دکتر سازگار درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و همه بینندگان گرامی. امیدوارم خوب باشید. اگه به خاطرتون باشه ما رو وسط های نفروشاتو رها کردید و بار گذشته و ما سراپا گوشیم برای شنیدن ادامه خاطرات شما. والا در نفروشاتو من قبلا عرض کردم من چند تا کار رو انجام میدادم. یکی جزو چند نفری بودم که کار مصاحبه ها رو ترتیب میدادم، یعنی خبرنگارایی که میخواستند مصاحبه بکنند با آقای خمینی قبلا سوالاتشون رو میدادن، 4 تا 5 تا سوال، و اونها رو به فارسی ما ترجمه میکردیم میدادیم آقای خمینی. ایشون جواب فارسی مینوشت و همون تیم اینو به زبان انگلیسی یا گاهی هم فرانسه برمیگردوندن و میدادن به خبرنگارا. یک سوال هم یا دو سوال هم میومدن خودشون دوست داشتن بکنن شفاهی رو در رو، که اون رو هم آقای دکتر یزدی میشست و زنده ترجمه میکرد براشون. البته آقای خمینی در نفروشاتو تمام مصاحبه هاش در صحیفه نور آمده، چند تا مصاحبه زنده هم باهاش کردن، از جمله رابرت مکنیل از تلویزیون پی بی اس امریکا رو من یادم هست. البته اون موقع امکانات به اندازه حالا پیشرفته نبود، ولی خب ماشین واحد سیار اومد توی اون دهکده نفروشاتو و اون مصاحبه زنده رو هم انجام دادن. ولی کارهای دیگه‌ای که من می‌کردم، یکی این بود که نزدیک به 20 تا روزنامه و مجله رو ما می‌خریدیم روزانه و در هفته. یک سوپر بزرگی چندین کیلومتر اون طرف‌تر بود در حد فاصله بین نفروشاتو و پاریس، از اونجا می‌خریدیم و مقالات مختلف رو می‌خوندیم. هر چی راجع به ایران بود رو من در می‌آوردم روی کاغذهای A4 میچسبوندم. جعبه بزرگم گرفته بودیم، پرونده درست کرده بودیم با سرفصل‌های مختلف و فایل میکردم. خلاصه اونها رو هم روی کارت‌های کوچیکی که چند تا جعبه کاردکس هم گرفته بودم مینوشتیم برای اینکه بشه راحت رجوع کرد. کار سومی که من انجام میدادم این بود که هر شب یک خلاصه خبر دست نویس 2 صفحه حتی اکثر، به ندرت میشد 3 صفحه خلاصه اخبار برای آقای خمینی رو کاغذ می نوشتم، یک کمی هم درشت می نوشتم. چکیده اخباری که در روز در مطبوعات آمده بود و بر اساس همون کاردکسی هم که درست کرده بودیم، هفته یک بار یا دو بار هم تیمی که بودیم با مسئولیت و ریاست های دکتر یزدی می شستیم و تفسیر و تحلیل هم می کردیم اخبار رو و یک خلاصه آنالیز فشرده‌ای هم زمینه این گزارش خبری روزانه به آقای خمینی می دادیم. گاهی همیشون این تفسیرها و تحلیلها رو در سخنرانی‌ها یا در نامه‌هاش منعکس هم می کرد. کار دیگه‌ای که می شد این بود که گاهی مقاله‌ای که مهم بود و یا مصاحبه ای بود، فرض کنید مثلا الان نمیگم عینن ایشون، ولی مثلا فرض کنید اگر آقای برژینسکی مصاحبه ای با مجله تایم کرده بود و حرفای مهمی راجع به ایران به نظرم میرسید، کل مقاله رو اون وقت ترجمه میکردیم و میذاشتم آقای خمینی میخوند. کار دیگه ای که در حاشیه این انجام میشد این بود که از سراسر
دنیا خواسته بودند عکس برای آقای خمینی ما تهیه بکنیم، میفرستادن آقای خمینی امضا کنه عکسایی رو که میفرستادن، یا میخواستن که عکس امضا شده بفرستیم که این دومی رو از یک عکاس فرانسوی خواهش کرده بودیم، یک عکس کارپستالی تهیه کرده بود و من هر شب 10 تا 15 تا 20 تا از همین عکسایی که یا مردم فرستاده بودن از روزنامه ها میچیدن خودشون میچسبوندن میفرستادن، یا عکسای اون کارپستال رو میذاشتم، آقای خمینی هم خیلی با دقت بغل گوش خودش رو توی عکس امضا میکرد و برای کسایی که درخواست کرده بودن پس میفرستادیم و میفرستادیم براشون. من یادم هست شاید 20 تا 20 تا 30 تا 30 تا مثلا از اون کارپستالا من میگذاشتم آقای خمینی امضا میکرد. یکیش لای قرآنی که من داشتم مونده بود، اصلا هم نمیدونستم چون خیلی جایز نمیدونستم برای خودم بردارم. یکی دو سال بعد توی ایران من دیدم این عکسو من دارم و نگه داشته بودم. بعدن که روزنامه هفته نامه آینه رو منتشر می کردم یادم هست که سال 67-8 بود، اون موقع ها دادم چاپخونه برای 20 بهمن مقاله‌ای داشتیم اون عکس رو استفاده کنن. چاپخونه چی گفته بود؟ این اصل، عجب جرأتی کردی دادی به من امضای اصل رو اینا. اون موقع گفت 500,000 تومان من این رو میخرم از شما، که من یادم همون موقع با خودم فکر کردم کاش که من یه 50 تا 20 تا 30 تا از اینا امضا شده برداشته بودم و یه خودم هم برنمی داشتم به دوست و آشنا میدادم. و فکر کنم هنوز اون عکسو در ایران لای قرآن خونه باشه دارم. یه دونم عکس شبیه همینم از آقای منتظری من دارم، امضایشونم بغلشه. به هر حال این گاهی هم مواردی پیش می اومد، فرض کنید این خبرنگارا که می اومدن و پروژکتور می زدن به برق خونه آقای خمینی، یادم یه بار سوخته بود همه، من رفتم سیم خریدم، سیم های کابلی از رو سیم کشیدیم برای اینکه دیگه بشه استفاده کرد و برق خونه رو قطع کرده بود اصلا فشار سنگین پروژکتورها. اینا دیگه کارهای حاشیه‌ای بود ولی اصل کار ما همین بود. و آیتاز برای تا همین روی اصل کارتون هستیم. خب در اون زمان آیت الله خمینی مصاحبه‌ای صورت داد در نفل و شاتو، حرف‌هایی زد که کاملا مغایر بود با اون چی که بعداً در ایران در مورد سخن گفت، مثلا بر سر مسئله آزادی زنان یا مسئله انتخاب حجاب که حجاب آزاده، خب هر کی دلش بخواد استفاده میکنه، هر کی میخواد نه. میخوام ببینم که آیا این گروه از چهره های به اصطلاح تحصیل کرده ما که بیشتر از اروپا آمده بودن و در جمع شما دخل و تصرفی میکردید در اظهارات آیت الله خمینی؟ یعنی حرفاشو به شکلی عرضه بکنید که مورد پسند غربی ها باشه؟ نه اصلا، یعنی خدایش دست ما هم بود و سخت مراقب بودیم، خیلی هم امانتداری میکردیم. منتها ببینید دو تا نکته رو در نظر بگیرید. نکته اول این که اصولا استعداد روحانیت شیعه که آقای خمینی هم از این قاعده مستثنا نیست، این بود که و هست که ببینه مخاطب چی میخواد و باب دل اون مخاطبین صحبت میکنه. به هر حال در نفل شاتو آقای خمینی دوربرش آدم های تحصیل کرده بودن، دوربرش دانشجوها می اومدن هر شب هر هفته از پاریس، از فرانسه، از کشور دیگه اروپایی، به خصوص آخر هفته ها خیلی شلوغ می شد، سوالاتی که مطرح می شد مطالب بود، بنابراین به طور طبیعی یه مقداری ایشون باب دندون دوربری ها اون موقع حرف می زد. نکته دوم این که اگر برگردید شما اون مصاحبه ها رو بخونید، ما اون موقع عقلمون نمی رسید، من صراحتا میگم من خودم اصلا متوجه این ماجرا نبودم، ولی خیلی الان که برگرد نگاه کنید خیلی حرفایی که آقای خمینی زده یه اما با اگر توش گذاشته و یه مطابق اسلام برابر زنا آزادن، البته ما کاری نداریم، مطابق اسلام یک چیزای اینجوریشون گذاشته که به نظرم
خودش حواسش بوده. یعنی جای دبش رو به اصطلاح توی اون حرفا گذاشته. البته پاره حرفایی هم که ایشون زده و بعدن حالا غیر از این که جای دبه ای هم گذاشته یا نذاشته واقعا عوضش کرده، مثل این که ایشون صراحتا میگفت من نمیخوام هیچ منصبی بگیرم و برگردم، یه طلبه هستم میخوام برم قم درس بدم و برگردم سر درس و مشقم و مملکت رو برم فقط دست آدمایی که سالمن و صالحن و غیره و ادارش بکنن. این حرفا رو به نظر من باز بر دو دسته میشه کرد، حرفایی که واقعا دیگه حالا آقای خمینی بدون قید و شرط زده بوده ولی بعد عوضش کرده. یه بخشش باز به نظر من ناشی از این است که ایشون درکی از مملکت داری نداشت. ایشون به نظر من پاره حرفاش ناشی از این است که خیلی درکی از مملکت داری نداشت، یعنی نمیدونست این اژدهای قدرت وقتی که برن و سوارش بشن چه موجود چموش خشن و وحشیه و اینجور نیست که ایشون صبح فاتح تهران باشه و فکر کنه میتونه بره قم برگرده سر کارش، به اصطلاح موش به همبونه کار نداشته باشه، همبونه به موش کار داره و اینطور نیست که اون دوستانی هم که فکر میکرد اطرافیانش، چون ایشون از دهه 60 میلادی وقتی رفته بوده نجف شاه تبعیدش کرده بود بهش، ظاهرا آقای میلانی آیت الله میلانی خورده گرفته بود که آخه شما اینجور شلوغ هم کردی آدم داری بخوای مملکت رو اداره بکنی، همون موقع ایشون تو ذهنش بوده که گفته بوده به آقای میلانی که خب بله همین آقای مهندس بازرگان و دوستانشون هستن، آدم های متدینی هستن و تحصیل کرده و خلاصه تکنوکرات به زبون ما هم هستن و اینها میتونن اداره بکنن. تصور ایشون این بود که امثال آقای مهندس بازرگان اینا کار رو میده دستشون، اینا هم خوب اداره میکنن دیگه، دوستان خودش مثل همین آقای رفسنجانی و آقای بهشتی و مطهری و اینا هم هستن، اینا هم مثلا حالا شورای انقلابی شدن و با هم دیگه کار میکنن. ندیده بود، نمیشناخت، شاید هیچ کدوم از ما هم نمیشناختیم که وقتی این قدرت شما برسی، همون شورای انقلاب که تا دیروز با هم رفیق بودن، خیلی هاشون مثل مهندس صحابی آقای هاشمی رفسنجانی سالها با هم زندان بودن، شکنجم شده بودن، کتک هم خورده بودن و از نزدیک با هم کار کرده بودن، اما بر سر اداره کشور دست کم اختلاف سلیقه که بود، ضمن اینکه قدرت هم شوخی نداره و افتادن به جون همدیگه، یعنی دعواها از همون شورای انقلاب شروع شد و آقای خمینی نتونست اونطور که فکر میکرد راحت بره قم بشینه. بخش یا مثلا حرفایی که ایشون به نظر من یک بخشایش هم راجع به آب و برق و اینا زده مجانی میکنیم، اینا به نظرم باز ناشی باید گذاشت پای قلت فهم و سواد ایشون از مسائل اقتصادی و اداره کشور و غیره. البته این کار نمیکنم، ممکنه یه جاهایش هم با زیرکی مواردی هم بشه پیدا کرد که ایشون حرف رو دو پهلو زده و بعدن در واقع مردم برداشت دیگه‌ای کردن، به قول علما توریه کرده، ولی بعدن راه دیگه‌ای رو رفته و همون اول تو ذهنش بوده که مثلا این برخورد رو بکنه. به هر حال نه، مصاحبه های ایشون دخل و تصرفی درش نشده و با نهایت دقت و امانت هم ترجمه می شد، برای اینکه خب ما خودمونو مسئول هم می دونستیم. مثلا نگاهمون به آقای خمینی نگاه خیلی بزرگتر از این حرفا بود که به خودمون اجازه بدیم توی مصاحبه ایشون دست ببریم، یا امثال آقای دکتر یزدی و دیگران هم همینطور. البته کار مصاحبه ها و اینا دست ما هم بود، یعنی دیگرانی مثل آقای قطب‌زاده یا آقای بنی صدر یا دیگران دخالتی نداشتن. گاهی خبرنگاری رو سفارش میکردن که به این وقت بدین و بیاد، یا با خودشون بر میداشتن میآوردن، ولی به هر حال نهایتا انجام کار، یعنی گرفتن سوالا، پیاده کردن، پاسخ گرفتن، ترجمه کردن، دست تیمی بود که ما کار میکردیم. برای این بله. این
بیت رهبری که بالا 30 سال بحث در بارش هست به نظر میرسه که در همونجا تکوین پیدا میکنه و منتقل میشه به ایران با عنوان یک تشکیلاتی که بعدا قراره که رهبری مذهبی و سیاسی ایران رو به دست بگیره. میخوام ببینم که خود شما شاهد مثلا برآمدن پاره از آخوندهایی بودی که در اطراف ایشون باشن که چهره متمایزی باشن از بقیه، قدرت بیشتری پیدا بکنن، یا خمینی عنایت بیشتری به اونها داشته باشه؟ والا در نفلشاتو بیت کوچولویی درست شده بود. درسته زن و بچه‌های خمینی و دامادشون آقای اشراقی هم اومدن به لحاظ و احمد آقای خمینی هم بود، ولی اینا هنوز اون سازمان لازمی که یک بیت داره نداره. ما هم بخشی از همون ستاد بودیم، از همون دربار، از همون کرت، از همون بیت رهبری، حالا هر اسمی روش بخواید بذارید، یه بخش کار هم دست ما بود در اونجا، بخش اصلی و جدی هم دست ما بود. امثال محمد منتظری، پسر آقای منتظری، مثلا آقای دکتر هادی نجف آبادی که بعداً معاون وزارت خارجه شد و روحانی بود ایشون، اینها هم روحانیونی بودن، یا آقای موسوی خوینی ها هم از ایران اومده بودن، ایشون مسجد جوهسون دزاشیب بودن، اومده بودن با احمد آقای خمینی رفیق بودن، اینا بودن اونجا، ولی خیلی همه چیز در دست اینها نبود، اصلا نبود. یعنی امور یه تلفن خونه، اون اتاق عقبیه کوچولوه بود که دست آقای محمد منتظری و همین چند تا روحانی بود که مثل آقای فردوسی پور و غیره که از نجف با آقای خمینی اومده بودن، تو اون اتاق میشستن که من یادم همیشه هم سیگار میکشیدن و خیلی هم پر از دود بود، به سختی من گاهی اونجا پیدا میشد، و بقیه امور خبرنگارا و تحلیل تفسیر سیاسی اینا دست ما بود اونجا، و امور پخت و پز و پذیرایی از جمعیتی که میمد و میرفت، و یه مینیبوس هم اجاره شده بود که از نفل شاتو میرفت تا پاریس و برمیگشت، دست حاج مهدی عراقی و تیم بازاریا بود. بعدن حاج محمد رفیق دوست، برادر بزرگ محسن رفیق دوست، هم اومد اضافه شد. حاج آقا محتشمی پور هم که در واقع عموی این آقای محتشمی که بعدن وزیر کشور شد و اینها، اون هم بود. یک تیم چند نفره یا آقای کفاشیانی هم بود که اون هم بود، ولی خیلی بازی نبود توی این چند تا بازاری قدیمی. به خصوص آقای عراقی، حاج مهدی عراقی از زندان آزاد شده بود، بسیار با آقای خمینی هم نزدیک بود و این امور رو او میگردوند. پول از کی بود؟ هزینه ها رو کی میداد؟ حاج مهدی عراقی، در واقع صندوقدار حاج مهدی عراقی بود، و یه دوره ای هم که رفت ایران و برگشت، آقای محتشمی به جای ایشون اون امور بیتو میگن. ما مگر یه وقت همین روزنامه ای، مجله ای، چیزی میخواستیم بخریم، از اینها پول میگرفتم، از حاج مهدی من میگرفتم. خیلی هم رفیق شدیم با هم، برای اینکه منزل پدری من توی قلهک بود و اتفاقا حاج مهدی عراقی هم درست توی کوچه حکیمزاده که الان شده شهید حسام عراقی، چون حاج مهدی عراقی و پسرش حسام ترور شدن بعد از پیروزی انقلاب، اون کوچه رو به اسم پسر ایشون گذاشتن، توی کوچه باریک روبروی همون کوچه منزل پدرم اینا زندگی میکرد، بچه محلم در اومده بودیم. و بعدا هم من این دوستیم با حاج مهدی ادامه پیدا کرد که در ادامه خاطرات میگم، خیلی هم به کار اومد، چون به هر حال حاج مهدی عراقی آدمی بود که به قول خودش مسلح کار بود و توی گروه های چریکی و مسلح و زندانی ها و قدیمی های سیاسی خیلی محترم و آبرودار بود و ریش سفیدی بود که به حرفش هم خیلی ها گوش میکردن. آقای خمینی هم خیلی باهاش روابط نزدیکی داشت. خودش بعدها بعد از پیروزی انقلاب یک روز صبحی ما صبحانه با هم میخوردیم، گاهی صبح قرار میذاشتیم، من زن نداشتم موقع، هنوز منزل پدرم اینا بودم، میرفتم خونه حاج مهدی اینا، با هم یه صبحونه میخوردیم و گپ میزدیم و حرف میزدیم و کارهایی که داشتیم راست و ریس میکردیم. یه دو سه ماه از انقلاب گذشته بود، خود ایشون
یه بار بسپن نقل کرد، گفت من با آقای خمینی گفتم آقا تو پاریس، گفتم نشه حکایت داستان مصدق که کتکشو بچه مسلمونا خوردن و زندانش رو رفتن، اما موقع حکومت که شد جبهه ملی‌ها پاشون گذاشتن رو شونه ما و رفتن نشستن روی صندلی صدارت و وزارت. گفت آقای خمینی خندید و گفت نه نترس، این دفعه اینجوری نمیشه، کار دست خودمونه. آقای درست از گار، اولی باری که خود شما با خمینی رو در رو شدید کی بود؟ بعدم یه سوال دیگه که به نظرم خیلی حائز اهمیت اینه که حتی تا دقیقه 90 اینا هم که در رفرو شدا بودن فکر نمی‌کردن که به این سادگی بتونن مملکت رو به چنگ بیارن. هیچ کی باورش نمی‌شد. من خودم به خاطرم هست که چیزی نمونده بود به انقلاب، منزل آقای امیر ناینی بودم که روزنامه آیندگان رو منتشر می‌کردن، روزنامه خیلی متنفذی. آقای اردشیر زاهدی بود اومده بود به ایران و در دربار بود و گویا رفته بود با پادشاه ملاقات کنه و اینا با هم مکالمه تلفنی داشته، منم نشسته بودم. گفتم ازشون بپرس که اوضاع مملکت رو چگونه میبینن، یعنی پرسش امید ناینی، پرسش من بود از طریق آقای ناینی، از بعض آقای اردشیر زاهدی که بالاخره شخصیت خیلی سرشناس در ضمن خیلی آگاه بود به مسائل ایران و ایالات متحده آمریکا مناسبات، ایشون گفت که اوضاع خلاصه متلاطمه ولی خطرناک نیست. عجب. بله. چه تاریخی بود آقای میبودی؟ این چیزی نمونده بود به انقلاب، مثلا شاید یک ماه مونده بود تا اینکه انقلاب قطعیت پیدا بکنه، مال همون حدود بود، زمستان بود به خاطرم هست، یعنی همون مثلا یک ماه قبل از ماه بهمن. ولی ایشون حتی احتمال اینکه اتفاق خاص، اتفاق نگران کننده بیفته نیست، ولی خب میگفتم خیلی اوضاع متلاطمه در همه ولی خطری نیست. میخوام ببینم که همین طرز تلقی هم در نفروشتا بود؟ من حالا از همین جا بعد میگم بله، ما تصورمون این بود که وارد یک جنگ طولانی با ارتش خواهیم شد و فکر میکردیم نه شاه و ارتش به این سادگی کنار میرن، نه امریکایی ها رضایت میدن. تصورمون این بود که یک جنگ ویتنام خواهیم داشت یا چیزی در حدود نبرد الجزایر علیه استعمار فرانسه و ارتش مردمی باید درست شه و مدت ها ما درگیر خواهیم بود. یه خوندم عشق چریکی و شهادت و جنگ و مبارزه مسلحانه و اینا تو کله هممون بود، بنابراین بعدمون هم تایید دلمون نمی اومد که شهید بشیم و جنگی بشه. و به همین دلیل واقعا هم من هم دوستان دیگه‌ای که در نفل شاتو بودن کاملا سعی می کردیم که خودمون رو مخفی نگه داریم، یعنی چهرمون رو خب خبرنگارا می دیدن، ولی من محسن شیکاگو بودم که یادم هست خانم نوشابه امیری که از روزنامه کیهان اومده بودن اونجا منو به اسم محسن شیکاگو می شناختن. بعد که برگشتیم ایران و دیگه همدیگر رو ندیده بودیم، یک دهه بعد ایشون منو جایی دید و گفت اه، تازه فهمیده بود که فامیلی من حالا سازگاراست و صحبت می کردیم. قرار گذاشتم رفتم دفترشون ببینمشون، همسرشون آقای هوشنگ اسدی به شوخی یه نگاهی به من کرد، ایشون هم من ندیده بود اولین بار بود، صدا زد گفت نوشابه بیا آقای شیکاگو اومده، منو به اسم محسن شیکاگو میشناختن یا سایر دوستانمون. و شما اگه نگاه هم بکنید توی اسناد و فیلم های اون موقع تقریبا هیچ کدوم از این دوستانی که اونجا فعالیت میکردن تو هیچ عکسی نیستن، شاید یک استثناء باشه اون روزی که شاه رفتش، آقای خمینی قرار بود بیاد این طرف توی باغ سیب مصاحبه مطبوعاتی بکنه، چون یادم هست از چند روز قبلش این بحث بود که شاه میخواد از کشور بره، صبح ساعت مثلا 7-7:30 صبح بود، تاریک بود توی ماه آذر ماه اگر حالا حافظم اشتباه نکنه، در هوا تاریک تاریک بود هنوز، یک خبرنگاری اومده بود این طرف توی باغ سیب، از پله ها اومده بود بالا، درو بس شبا میبستیم میخوابیدیم تو اتاق، در میزد بلند شدیم درو باز کردیم گفتیم چیکار داری؟ گفت الان خبرگزاری ها مخابره کردن شاه از ایران رفته، میخوام ببینم آقای خمینی عقیدش چیه. گفتیم برو خدا روزی تو جای دیگه حواله بکنه، این وقت صبح ما پشیم بریم آقای خمینی رو بیدار کنیم بگیم عقیدش چیه.
به هر حال بعد که شاید نیم ساعت یک ساعت گذشت آقای خمینی یک بیانیه داد، خبرنگارا ریختن، یعنی شاید بی اغراق اون روز مثلا 400 تا خبرنگار در مجموع اون باغ سیب و خیابونای اطراف بودن. بالاخره بیانیه هم که ایشون داد کفایت نکرد، ما ترجمه کردیم به خبرگزاری ها دادیم، ولی قرار شد که ایشون بیاد یک مصاحبه مطبوعاتی بکنه. مصاحبه مطبوعاتی خوشخیالانه ما فکر کرده بودیم یک صندلی میگذاریم پایین پله ها، آقای خمینی میشینه اون رو، دکتر یزدی هم میسته و ترجمه میکنه و خبرنگار هم سوال میکنن. یه کوچه ای هم بچه هایی که اونجا بودن دانشجوها دادن دو طرف، ایشون از این مسیر اومده نشست رو اون صندلی. اما یک مرتبه این خبرنگارا هجوم آوردن که چون براشون مهمه هر کی اون سوالو بکنه، چون میدونن اینجور مصاحبه ها دو تا سه تا سوال که بیشتر جواب نمیدن، برای من مهمه که آژانس یا روزنامه اونا پرسیده باشه. من یک وقت عقب ایستاده بودم، دیدم دکتر یزدی داره جیغ و داد میکنه که کشتین آقای خمینی رو، برین عقب چیز بکنین، هجوم برده بودن. به هر حال به زور آقای خمینی رو از لای دست و پای خبرنگارا در آوردن، دو سه تا پله از پله هایشون رفت بالاتر، پایین پله رو بستن. من خودم یادم روی این نرده های پله ها ایستادم که دیگه هجوم نیارن. شاید اونجا تنها جایی باشه که عکس من توی یه مرتبه 50 تا روزنامه فردا صبحش افتاد، برای اینکه شما یک لحظه اگر در اطراف آقای خمینی اون اواخر قرار می گرفتین، توی فلش و دوربین یهو 50 تا خبرگزاری می افتادین. اتفاقی هم شد، وگرنه ما عمدن سعی می کردیم جایی نیفتیم، چون فکر می کردیم یک جنگ طولانی و مسلحانه و پیگیری در جریانه و شدت که بگیره ما هم باید برگردیم بریم ایران و به گروه های مبارز بپیوندیم. این رو هم عرض بکنم، حالا که اینو گفتم اینم یادم افتاد، این خاطره رو هم بگم. این آقای خلخالی هم اومده بود اونجا و هیچ کار خاصی هم نداشت، فقط میرفت کشیک میکشید. آقای خمینی از در اون خونهی که اون درست اون برای خیابون اجاره شده بود میومد بیرون، پشت سر آقای خمینی راه میافتاد، میومد تا این برای خیابون مثل محافظ مثلا، تا مثلا بیاد نماز بخونه، نماز مغرب عشا رو ایشون میخوند و بعدم برمیگشت دوباره دنبالش بود. منتها همین پشت سر آقای خمینی راه رفتن به خصوص اون اواخر از مثلا ماه آذر به بعد، یک مرتبه 100 تا خبرنگار با آقای خمینی حرکت میکرد، از همین عرض خیابون رو طی میکرد عکس مینداختن و آقای خلخالی تو همه عکسو میافتاد. یادم هست یه بار درست وسط خیابون آقای خمینی ایستاد و برگشت به آقای خلخالی، از برگشت گفتش که شما چیزی میخوای؟ آقای خلخالی هم همینجوری هاج و واج بود و در واقع تشری هم بهش زد که شما دیگه نیا و نیومدم دیگه جرات نکردم، برای اینکه اصلا حرف مسخره هم بود، محافظ نمیدونم اینا، برای اینکه پلیس فرانسه اونجا مستقر بود، چند تا کارگاه هم گذاشته بودن اون رودخونه پشت خونه اون طرف که آقای خمینی زندگی میکرد، حتی قایق گشت میچرخید و هرچی هم که حوادث در ایران شدت میگرفت و سقوط رژیم شاه نزدیکتر میشد، دولت فرانسه و پلیس فرانسه برخورد، یعنی تعداد محافظان بیشتر میشد و کل دهکده رو کنترل میکردن، چون دیگه خوب میدونستن که مسئولیتشون سنگینتر میشه. به هر حال ما هم تصور نمی کردیم که به این زودی پیش بشه. به همین دلیل یه سوال دارم آقای سازگارا، 30 ثانیه هم بیشتر وقت نداریم، به من بفرمایید شما که به یک جنگ طولانی فکر میکردید، چه دلتون خمینی رو به عنوان رهبر و فرمانده و به اصطلاح صاحب این انقلاب طولانی مدت قبول داشتید یا نه؟ در دل در ذهن خودتون چه میگذرد؟ بله آقای خمینی رو قطعا به عنوان رهبر این انقلاب قبولش داشتیم، به خصوص که خب یک مقبولیت عامه هم پیدا کرده بود. حالا که به آخر این موضوع رسیدیم، در واقع برای جلسه آیندی بگیم که همین فکر در پاریس در نوفل شاتو دستبندی شد برای تشکیل ارتش مردمی که در واقع میشه گفت سنگ بنای تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که فردای پیروزی انقلاب. تشکر میکنم آقای محسن سازگار عزیز، به شما شب بخیر میگم در آن سوی آمریکا در واشنگتن دی سی.
همینانم تا برنامه دیگه. خدا ممنون از شما. خدا حافظ شما.